چطورید بچه ها؟ عباس‌فاز فرماسپی هستم و خوش اومدید به پارت 3 پیس بیلدینگ سیمولیتور. توی قسمت قبلی ما یه خورده پول جمع کردیم و قرار بود سیستممون ارتقا بدیم که ناگهان من یه میز خریدم و 1000 دلار پول میز دادم و خلاصه که باجتمون پرید و یه خورده سیستم‌های خفنی تعمیر کردیم و یه خورده داره سخت‌تر میشه و سخت‌تر هم شده و قراره سخت‌تر هم بشه. پس قراره که امروز بریم سراغ چند تا سیستم جدید و ببینیم میتونیم این سیستم خوشگله اون کوچولوی اون جارو ما ارتقا بدیم و یه خورده قیافش رو بهتر کنیم، قدرتش رو ببریم بالا یا نه. و اینکه اون 2.5 ستاره گرفتیم تا الان، 2 ستاره خورده‌ای و قراره اونا امتیازامونه و قراره که اون امتیازا رو ببریم بالا، سیستم‌های خفن‌تر تعمیر کنیم و ببینیم که اون ستاره‌های بیشتر میشن یا نه. که میشه پس بزن بریم. میریم سراغ ایمیل. ببینیم ایمیل چی داریم. میگه که سیستمم ادوبی پریمیر پرو رو نمی‌کشه و می‌خوام یه آپگریدی بکنم که سیستم بتونه ادوبی پریمیر پرو CC رو بکشه. برادرش بهش گفته که من تیم گروپ دارم روی PC و تیم گروپ خیلی خوبه. بریم که داشته باشیم. قراره که مینیمم اسپکس ادوبی پریمیر پرو رو روی سیستمش هندل کنیم، یعنی که رمش رو ارتقا بدیم تا بتونه پریمیر پرو رو اجرا کنه و رمش هم باید تیم گروپ باشه. اینو قبول کردیم. فقط ببینیم رمش چنده. رمش 4 گیگ. خب بذار من اینو رو سیستمم نصب کنم. ویلیترون یه چیز خوبی بود که من توی قسمت قبلی هم گرفتیم و روی یکی از چیزا نصب کردیم. ببینیم بازی رویش اجرا میشه یا نه و طبق همین میتونیم که آپگریدمون رو انجام بدیم. ادوبی پریمیر پرو، خب مثل اینکه رم 12 گیگ میخواد. یه i5 6600 داره، i5 6 i3. خب این اوکی، 1050 نیاز داره که داشمون به جای 1050 داره. فقط 12 گیگ رم میخواد دیگه. میام بیرون، رمش رو قراره بفروشیم. پس میام اینجا یه رم 16 میندازیم براش دیگه، یه دو تا 8. بهمون باجت $200 داده. خب پس ما میتونیم که $200 واسه رمش خرج کنیم. اگر دو تا رم 8 بگیریم که بشه 16، میشه 14. اوکی، دو تا 8 میگیریم، 16 نداره؟ 16 هم داره. یه دونه 150 16 گیگ 2666 براش میندازیم. مادربردش چیه؟ مادربردش H170 مش. رمی که ساپورت میکنه 2800. پس خیالمون راحته که فرکانس رمش هم میتونه ساپورت کنه. بریم ایمیل بعد. ایشون هم میخواد سیستمش ارتقا بده و گفته که میخوام گرافیکم ارتقا بدم. 24 ژانویه میخواد که ما براش اوکی کنیم. میگه که من رفتم توی اینترنت، توی PCBay، از یه کابلای مشکی پلاستیکی خوشم اومده برای کیبل منیجمنت و اینا و کیسش هم که خاکیه دیگه. پس 3 تا مشکل این کیس داره. یک، بعد گرافیکش ارتقا بدیم و نگفته چه ارتقایی بدیم، فقط ارتقا بدیم. تا 24 ژانویه و تحویلش بدیم و یه کابل پلاستیکی بلک براش بندازیم و اینکه خاکاشو بگیریم. یه $600 چیز داره. کارت گرافیکش GTX 980. میخواد سال 2018 ارتقا بده، من به 950 دارم صرف کنم. بریم گرافیکس کارتش اول ببینیم. گرافیکس کارت آخرین حد چیزی که داریم 1050 Ti و $155. اینو اد میکنیم فعلا. اگه چیز بهتری هم بود چیزش میکنیم، ادش میکنیم و اون حذف میکنیم. بعد خب فعلا که 1050 داریم، 1050 Ti مارکش هم نگفته، نه فقط گفته ارتقا. اوکی، پس 1050 Ti اون شد. کیبلش خوبه دیگه، من باشه کیبل بخرم. این کیبل حالا یه خود جمع‌تره. این از این اکسپتت کردیم. بریم سراغ بعدی که یه متن بلند بالا نوشته. اوکی، مثلا اینکه ویروسی شده دیگه. فقط من دنبال هینت هم ببینم چیز دیگه ای نمیخوام. یه سیستم دیگه. این چی میگه؟ میگه که CPU هم اولویت داره واسه آپگرید کردن و CPU شما خواهد آپگرید کنه و گفته که تا 22 ژانویه باید تحویل بده. AMD components on meant to be the bomb. یعنی الان من AMD بندازم یا اینتل؟ CPU چیه؟ CPU AMD 1300 Ryzen 3 1300i. خب فکر کنم از AMD خوشش نمیاد، پس $300 هم باجت داره. بذار یه بار یه سیستمش رو ببینم. خب من یه i5 به نظرم بندازم اوکیه برای 3700 مگاهرتز. خب یعنی از این بالاتر میخواد، 4 هسته ای هم هست. 6700 میتونم برش بندازم که 4000 مگاهرتز و 65 وات مصرف برق داره. نیو کامپوننت، اوکی، پس قضیه کنسل شد. شما رو حذف میکنیم.
یه نیو کامپوننت میخواد. اوکی، یه دونه 150 دلار اینو میگیریم که بعد میریم توی سی پی یو یه دونه کورای 5 6600 میگیریم. 660 دلار شد کل چیزایی که بعد بگیریم. دیگه ایمیل نداریم، بازم ایمیل داریم. ایشون چی میگه؟ میگه که میتونی کمکم کنی که سیستممو سریعتر کنم. میگه من 16 گیگ مموری میخوام. میگه تا 15 همم یعنی 3 روز وقت داری که تحویل بدی و این مشکل نداره که یکم خاکیه. خب مشکل نداره، من خاکیشو میگیرم برات. ایشون هم پلاستیک وایت کیبل میخواد. اوکی، لایت گری وایت. اوکی، شمارم چیز میتونم این 8 گیگ دیگه بندازم که نگفتی چی؟ فقط اوکی 720 دلار الان بهت بدین. میگه من پول دارم، میتونی برام کامپیوترمو ارتقا بدی؟ چه ربطی داشت؟ خب مثل اینکه باید گرونترین کارت گرافیک دنیا رو برش بندازم. آرناین 283 گیگ داره و خب این دیگه دیدن نمیخواد. میایم گرونترین کارت گرافیک ممکن چنده؟ الان 1050 است. خب و خفن تر از 1050 و 1050 تی آی چی داریم اینجا؟ اوکی دیگه مجبورم 1050 تی آی رو بگیریم دیگه. بعد این 500 دلار به ما باجت داده. چرا؟ امیدوارم همه خریدامون رو درست کرده باشیم و بای. اوکی 89 دلار بدهکار شدیم. اوکی اند دی. امروز کلی 5 تا سیستم و کلی قطعات. به به، شما آپگرید. شما قرار بود کیست رو آپگرید کنیم و 16 گیگرمت کنیم. خب شما کیست خاکیه، اول خاکی کیست رو بگیریم و این صدای آزاردهنده هم تحمل کنیم. اوکی تو باید کابلات هم جدا کنیم. کابلای وایت برات بندازیم. کارت گرافیک جدا بشه. کیبلز وایت یه دونه، این دوتا، این هم سه تا. و الان تو یه کابلای سفید خوشگل مشکل داریم. اوکی ریموو رو میزنیم. آدو بیدو رو باز میکنیم و رم های 2133 رو برمیداریم و میندازیم روی این. یه بوتش میکنیم، هولد رو نگه میداریم. رمش چند بود؟ رمش الان 2133 دست بهش نمیدونم. شما خاموش شو، در شما کیس رو ببندم و اولین کیسمون تعمیر شد. یه کیس دیگه میارم، چرا دوتا میز خریدم بس. شما رو کالکت میکنیم و 4 ستاره داد. چرا؟ The new RAM has really helped my PC. okay. ولی چرا؟ ای بابا دیسکارت میکنیم شلوغ نشه. این چی میگه؟ آها این همونی بود که گرونه رو میخواست و یه 1050 تی آی دوال فن ای وی جی برش گرفت. آپگرید گرافیکس کارت. خب اوکی گرافیک چیه تو؟ گرافیک داغون داری. استوریج گرافیکس کارت یه دونه اینو داشتی. 1050 تی آی اف تی دبلیو اس ماشاءالله. بعد کیبل. یه دفعه نشه یه اشتباه دیگه و 4 ستاره دیگه. من 4 ستاره نمیخوام، من 5 ستاره میخوام. اوکی بوت کن ببینیم. گرافیکس کارتشو آپدیت کردم ولی این خوشش نیومد. خب دیگه چی برش بگیرم؟ یه کارت گرافیک داغون داشته دیگه، من اینو آپگریدش کردم. گرافیکس کارت آخه خفن تر داریم. خب آقا مثل اینکه اینو بعد میگرفتیم. نمیدونم. نه دیگه چرا بعد اینو بگیریم؟ یه ستاره گرفت و گن زدیم. اینو نتونستم بگیرم چون که نفهمیدم چی میخواست و من یه کارت گرافیک خفن انداختم براش و این من گوش نداد. تو بیا ببینیم چیه. خب شما میخواستی ادوبی پریمیر پرو رو نصب کنی. یه رم چنگیک داشتی، یه رم 4 گیگ. آها شما تیم گروپ بود. یه دونه تیم گروپ بود که همونجا این کار دیگه ای نمیخواد. شما رو هم میندازیم. بعد کیبل اینم میزنیم، اینم میزنیم، اینم میزنیم، ایدی بیزنیم، اینم میزنیم. 2133 رم و سی آن میکنیم. 2666 اپلای چینج ان ری استارت. برو که بریم. چیزی دیگه ای نگفت. آقا یه سوال، من چرا اینجا یه کیسو که دادم رفت یه کیس دیگه مونده بود دیگه؟ آها این اینجاست. یه کیسمون از دست دادیم. 5 تا کیس بود. چرا من الان آها یه دونم که اوکی کردیم کیسشو دادیم رفت. الان خب چیه این؟ گرافیکس کارت. شما رو آها کالکت چی بود؟ کالکتش میکنه. 4 ستاره داد. نمیدونم چرا 4 ستاره میدم. یه دونه 1050 تی آی براش بندازیم. آپگرید باز نشد. چرا؟ شما چی میخواید پس الان؟ نمیفهمم. اونم همین جوری بود. یه چیزی من اینجا نمیفهمم. من نمیدونم والا. نکنه اینو نباید میگرفتم. خب شما در بیا. یه کارت دیگه نمیدونم. اگه بگیرم یه دفعه بگه نه.
آخه نمیگه چی میخواد. یه گرافیکس 1050 همینجوری خرج اضافه. شما گرافیکس کارت تو به اینجا نشد باز دیگه. نمیدونم پس چیکار باید بکنم الان. ببینیم یه RX 560 به دردش میخوره نه اینم به دردش نمیخوره. سر گرافیک نمیدونم باید چیکار کنم. کنه بیشتر از 4 گیگ هم داریم. ای 6 گیگ داریم. 6 گیگ داریم آجی. واو 6 گیگ داریم. احتمالا همینه. مشکل همینه. همین مشکل من همین بود. اینو نگاه الان اینو بندازم میگه اوکی. نگه اوکی همه چی به بابا. یه ستاره دو ستاره کویت برو خدافز. تازه گرافیکش هم گرفتم. گرافیکش هم گرفتم. این هم یه ویروس اسکن داشت دیگه. من نمیدونم یعنی چی. 4 گیگ انداختم 6 گیگ انداختم ولی باز قبول نگه. نمیگه چی میخواد. قدم خودم رو هدر دادم با. مثل اینکه بدبخ شدیم. شما رو یه ویروس اسکنر میزنیم. دو تا یه ستاره گرفتیم به خاطر هیچ و پوچ و من نمیدونم چرا اینجوری شد. یه سری دیگه باید تعمیر کنیم دیگه. یه سری جدید اونا که پرید بدبخ شدیم اونا رو و من از پسش بر نیومدم. کالکت 5 ستاره. ببین این خوبه. این همه حرف زد یه ویروس اسکنر زدن برای و تمام. شما چی میگی؟ اینجا دیگه موقع چیز میشه دیاگنوز کردن. یعنی که ما باید بفهمیم مشکلش چیه و نمیدونیم مشکلش چیه. اوکی میگه قبل اینکه قطعاتو بخری ببین مشکلش چیه. یه چیزی یاد گرفتم اینکه قبل اینکه تا نفهمیدیم قضیه چیه قطعات نخری. آی گاد مانی. میگه مانی دارم. حالا بریم ببینیم که تا سقف 300 دلار چی باید بگیرم. سی پی خودش چی بود؟ i5 Ryzen 5 1400 و سقف چیزش هم 300 دلاره. میتونم براش ایکس ببندم مادربردش عوض نکنم. اوکی سیستم دیگه چی بود؟ شما هم پریمیر پرو میخواید و میخوام یه چند تا فایل رو از ادوبی پریمیر پرو باز کنم. تا 25 ژانویه هم میخوام. کور i3 6300 رمش چنده؟ رم 8 داره و ها رم 16 میخواست. یه دونه رمه 2133 8 گیگ. بیا تو مموری 8 گیگ تو فردا بیار. تام اکسپت. اوکی بریم فردا بیم. مشکلی که هست اینه که ما دو تا یه ستاره گرفتیم به خاطر یه چند تا مشکلی که اصلا معلوم نبود یارو کارت گرافیک چی میخواست. قطعاتمون رسیدن. شما رو میذاریم پایین. از اول شروع میکنیم. شما دیاگنوز یعنی اینکه ببینیم مشکل چیه. اول میاییم کانتینیو. میگه توی بایوس میفهمی چی شده. معمولا میگه تو بایوس مینویسه که مشکلش چیه. ولی اگه بایوس بالا ایچی نشد پاور خرابه. اگر بازم ایچی نفهمیده با قطعات ور برو ببین مشکل چیه. بایوس هم اومد بالا. بریم تو بایوس ببینیم چی میگه. آها سی پی یو چیپست سی پی یوش خراب. شما بیا بیرون چی داری این زیر رایزن 5500 ایکس. یه رایزن 5500 ایکس میگیریم براش بعد بشه فردا. خب اوکی شما سیستم یا بالا نمیشه گذاشت. تو بیا این تخت آپگرید. اذیتم نکن. شما ادوبی پریمیر پرو رو باید میکشید سیستمه. یعنی 2133 است میموری 8 گیگ 2133 یه دونه دیگه 8 گیگ 2133. پیبلشو وصل میکنیم. شما برو اینجا. خب تو آپگرید بودی. اوکی تو هم بیاریم بذاریم اینجا. تو هم آپگرید بودی. تو رو چی میخواستی؟ سی پی آپگرید چی داشتی؟ یعنی رایزن 5400 بودی. امیدوارم رایزن هم قبول کنه وگرنه نمیبخشمش. آخیش قبول شد. فلشش هم بکش. اوه این گرافیکه نمیدونم برای من موزل شده بود و بعد ببینیم بوت میشه یا نه. شما یه بوت شو. اینم اسمان تو. ولی این من سر یه خورده مشکوک میدم. شما چی میگی؟ مثل اینکه بعد همه قطعاتش باز کنیم. یه دو صبر کن. اگه اینو بزنم میگه آپگرید هست یا نه. اینو بهم داد. اوکی من الان اینو بندازم آپگرید سی پی یو رو به من میده. اینم هست اینم هست. خب حالا اینتل براش میندازیم. اینم ریسکه دیگه. اینم یه ریسکیه برای خودش. خب شما رو باز کرد. پیچار شو آخه باز چی من باید باز کنم. رم و اینا شما رو بس بکنم ببینم چی میشه. سی پی یو آی فای میموری شما بعد کارت گرافیک شما کیبلاش هم بس بکنم.
دارم کار کنی. اه اگریسیو شد. یس آجی او. من فکر میکردم با سرم کلا رفت، ولی نه، این دفعه دیگه تونستیم یه سیستم درست حسابی ارتقا بدیم. و برو که بوچ. یس بوچ. پنج ستاره رو بدیم. امیدوارم پنج ستاره رو بدیم. پنج ستاره رو میدیم. کالکت. چهار ستاره واسه چی؟ اینا رو هم سفارش نمیدیم، بمونه پارت بعد. بریم صبح بیاییم. بریم فردا بیاییم. چون اینجا سی پی یو تو در آر. این رماشو چه اینجوری انداخت؟ رما تو دوست کرد. سی پی یو نمسته. چقدر سی پی یو به جامانده دارم. سی پی یو آپگرید شده. سی پی یو چی؟ برو بود چه بینیم؟ الان بعد افتور رو فشار بدیم و شناخت. حالا او اسشو میاریم بالا. ویندوزش الان باید بیاد بالا. شیشش هم ببندیم. اومد. سیستم درست شد و تمام. اینم آخرین سیستمی که ما امروز تعمیر کردیم و اون دوتا گرافیکو من آخر نفهمیدم چرا با اینکه آپگرید کردم قبول نکرد و یه چیز عجیبی بود و من 5 ستاره ماشو. آقا این پارت هم تموم شد و ما 466 دلار این دفعه تونستیم در بیاریم، ولی بدهیمون و بدهکاریمون و گنگکاریامون رو جبران کردیم. ولی یه چیزی که اینجا هست اینه که من نفهمیدم چرا گرافیک نشد ارتقا بدیم. خب مرسی که این ویدیو تماشا کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله بغلش هم بذارید رو آل تا اینکه ویدیو جدید گذاشتم حتما در جریان باشید و بیاید ببینید. و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. تابستون خیلی خوبی داشته باشید و خدا حافظ.